آخرین وضعیت سلامتی محمد بهرانی در CCU بیمارستان نیکان. با ما همراه باشید، راجبش صحبت میکنیم. سلام همراهان، همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومد. محمد بهرانی هنرپیشه، بازیگر و صدا پیشه خوب کشورمون که اکثرا اون رو با نقش جناب خان میشناسید، متاسفانه از ساعتی پیش به خاطر وخامت حالش به بیمارستان نیکان تهران منتقل شدش. این بازیگر که دچار گرفتگی چند تا از رگ‌های قلب شده، بعد از ظهر امروز به بیمارستان نیکان تهران منتقل میشه و تحت آنژیوگرافی قرار میگیره. در حال حاضر هم به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل شده و ملاقات ممنوع هستش. این بازیگر 42 ساله مثل اینکه از قبل هم مشکل قلبی داشته و چندین مرتبه این حادثه براش اتفاق افتاده بود، ولی این بار به خاطر وخامت حالش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان نیکان بستری شده. امیدواریم که این بازیگر هر چه سریع‌تر سلامتی و بهبودیش رو به دست بیاره و بتونه به فعالیت‌های هنریش بپردازه. محمد بهرانی متولد 16 آذر سال 1360 در شیراز هستش. ایشون صدا پیشه و بازیگر قدیمی هستن و فارغ التحصیل لیسانس بازیگری از دانشگاه تهران و فوق لیسانس کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرس. ایشون علاوه بر بازیگری، کار ترانه‌سرایی، خوانندگی و کارگردانی رو هم در کارنامه‌شون دارن. خودشون در مورد خانواده‌شون میگه که یه برادر و یه خواهر داره و پدرش از قدیم شعر میگفت و دستی هم بر قلم داشت. اصالتاً جنوبی هستن و در محله‌های جنوبی خوزستان زندگی می‌کردن که بعداً خانواده‌اش به شیراز مهاجرت می‌کنن به خاطر جنگ و محمد متولد و بزرگ شده شیراز است، ولی خب اصالت خانواده‌شون برمیگرده به استان خوزستان. خودش در مورد اصالت بندریش میگه که از زمان کودکی یادمه که همیشه با قابلمه و تشت و وسایل آشپزخونه به آهنگای بندری میزدم و با این آهنگا آواز هم میخوندم. علاقهش به هنر از جشنواره تئاتر عروسکی شروع میشه و در سال 80 وقتی که 20 ساله بود با معرفی مریم سعادت که داور یکی از جشنواره ها بود برای حضور در عروسک گردانی یه مجموعه تلویزیونی برای کودک دعوت میشه. در سال 90 از طریق امیر سلطان احمدی عروسک گردان شخصیت پسر عمه‌زاده کلاه قرمزی به ایرج طهماسب معرفی میشه و با گروه کلاه قرمزی آشنا میشه. بعد از تست‌های مختلفی که برای عروسک‌های مختلف میزه، در نهایت صداپیچگی چند تا از شخصیت‌های اصلی سریال کلاه قرمزی مثل ببعی و آقای همسایه به اون سپرده میشه. اون در ادامه صداهای عروسک‌های دیگه‌ای از جمله آقای شجاع و استاد همه چیز دون رو هم تجربه میکنه. اما اوج شهرت محمد بهرانی با شخصیت جناب خان است. شخصیت عروسکی جناب خان با صدا پیشگی محمد بهرانی سال 90 در سریال نمایش خانگی کوچه مروارید که 25 عروسک داشته شکل میگیره. توی اون سریال جناب خان یه لب و فروش بود که توی برخی از قسمت‌های این سریال حضور داشت که صدا پیشش محمد بهرانی بود. همین موفقیت و محبوبیت در این سریال نه چندان موفق باعث شدش که رامبد جوان اون رو برای فصل دوم خندوانه در سال 94 دعوت بکنه. اون در یک قسمت به عنوان استنداپ کمدین حضور پیدا کرد که به خاطر استقبالی که از برنامه شد حضورش چندین بار تکرار شد و در نهایت به یکی از کاراکترها و شخصیت‌های اصلی برنامه خندوانه تبدیل شد. محمد بهرانی چند سالیش که با مهناز خطیبی ازدواج کرد. همسرش نیز یکی از عروسک گردانهای مجموعه کلاه قرمزی هستند و عروسک دیوی رو ایشون عروسک گردانی میکنه. در مورد آشناییش با همسرش میگه من و مهناز در دانشگاه همکلاس بودیم. اغلب با هم موزیک گوش میدادیم و شروع پیشنهاد ازدواج من به اون توسط آلبوم در خیال شجریان بودش. همسر محمد بهرانی تقریبا همسن هستش باش و متولد 60 هست و کار نویسندگی و ترجمه هم در کنار عروسک گردانی انجام میده. ایشون هم فارغ التحصیل لیسانس بازیگری از دانشگاه تهران هست و تجربه زیادی در تئاتر و فیلم مستند هم داره.
محمد بهرانی به شدت آدم فوتبالی هستش و حتی توی ویژه برنامه یوروی عادل فردوسی‌پور توی فوتبال 360 به عنوان مجری و کارشناس اصلی این برنامه حضور پیدا کرد. خودش در مورد علاقش به فوتبال میگه: من خیلی فوتبال توی زندگیم دیدم. اصلا شک نکنید به شدت بایر مونیخی و طرفدار تیم ملی آلمان هستم. اما برعکس فوتبال ایران رو کمتر دنبال میکنم و خیلی تیم‌های باشگاهی ایران رو نمی‌شناسم. واقعا فوتبال اروپا یه چیز دیگه است و در ایران هم طرفدار تیم‌های شیرازی هستم تا تیم‌های محبوب پایتخت. جالب بدونید که شخصیت جناب خان آوازها و ترانه‌هایی که توی برنامه خنده‌بانه اجرا می‌کرد رو ترانه‌اش رو خود محمد بهرانی می‌سرود و حتی نوازندگی و آهنگسازی برخی از قطعه‌های جنوبی رو هم با ضرب و تمپو خود محمد بهرانی انجام می‌داد. حتی توی نویسندگی و خلق کاراکترهایی که هم راستا با جناب خان بودن محمد بهرانی نقش داشت، از جمله شخصیت بهنام یا شخصیت احلام. اون در مورد شکل‌گیری این شخصیت‌ها میگه: قدیمی ترین و صمیمی ترین دوست من که دوستیمون به 2-3 سالگی برمیگرده بهنامه که از طریق جناب خان از او یاد میکردم و هنوز هم دوستای خوبی برای هم هستیم. محمد بهرانی با اینکه با صدا پیشگی و شخصیت جناب خان مشهور شد، ولی در حال حاضر به عنوان مجری و بازیگر هم در شخصیت‌های مستقلی بازی می‌کنه. اون اولین بار در سال 85 با فیلم اتوبوس شب کیومرث پوراحمد وارد سینما شد. توی اون فیلم سینمایی نقش فرعی و سیالشگر داشت و خیلی دیالوگی هم نداشت و فقط از توی کادر دوربین توی چند سکانس رد می‌شد. ولی خب بعد از اون تجربه دومش حدوداً 11 سال بعد با سریال گلشیفته در شبکه نمایش خانگی شکل. اون در سال 98 هم در کنار مهران مدیری سریال هیولا رو بازی کرد و در نوروز 99 هم با سریال دوپینگ اولین تجربه بازیگریش در قاب تلویزیون رو به دست آورد. اون در مورد ظاهرش هم میگه: من هیچ وقت توی زندگی یادم نمیاد که پرمو بودم. همیشه به همین شکلی که میبینید کچل بودم. پدر مادرم هم به همین شکل هستن. از دو طرف ژن کچلی داشتم و واسه همینم شما اگه کله من رو زیر میکروسکوپ هم بذارید نمیتونی یه دونه مو توش پیدا بکنی. آرزوی سلامتی برای این بازیگر خوب کشورمون. حتما اگه با نقشای این بازیگر در سریال ها و فیلم های سینمایی مختلف خاطره دارید، برای ما اسم فیلم مورد علاقتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب به کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.